نامداری درون دروازه قرار داره، دروازه‌بانی که سابقه عضویت در تیم استقلال رو داره، داوود سید عباسی، عبدالجبار مومانی. یه حرکت خوب از راست، فرصت برای استقلال، توی دروازه شور طوفانی استقلال. فرهاد مجیدی روی پاس دیدنی خسرو حیدری گل اول بازی را به ثمر میرسونه. در همون دقیقه اول مسابقه استقلال به گل میرسه روی تاکتیکی که استقلالی ها روش تخصص دارن، ارسال هایی که خسرو حیدری از راست انجام میده و این بار فرهاد مجیدی که از راه میرسه و سعی میکنه تو اثر بگذاره، اما به نظر رسید که مومانی بود که کارو برای او راحت کرد. ببینیم با هم. بله، مومانی به خودشون گل زد و گل به خودی مومانی باعث شد که استقلال جلو بیفته. خب، تجربه تیم ابو مسلم که در این صحنه سربلند بود. پرتاب از سمت چپ برای تیم ابو مسلم. رحمتی ضربه سر رو میزنه. جانواریو، حالا که ابو مسلم اینجوری داره تهاجمی بازی میکنه، موقعیت برای ضد حمله های تیم استقلال فراهمه که حالا اولیش رو دیدیم، شاید در ادامه مسابقه بازم چنین شرایطی رو شاهد باشیم. یک بار دیگه موقعیت برای تیم ابو مسلم. رجب زاده، دانش دوست، ساندروی دروازه، فرصت و توی دروازه گل برای ابو مسلم. بالاخره دروازه باز میشه، زیغمی حساب کار رو 1-1 میکنه. گل مساوی برای ابو مسلم. خیلی خوب کار کردن در این صحنه و تونستن گل مساوی رو بزنن. تعویض طلایی آقای مظلومی. زیغمی اینجوری آزاد و رها پشت مدافعان از راه میرسه و ضربه رو میزنه و طالب‌لو هم دیگه نمیتونه کار رو انجام بده. 1-1 مساوی. حملات ابو مسلم در نیمه دوم خیلی خطرناک بود و حالا اونا موفق میشن بازی رو به تساوی بکشونن. شست و هشتمین دقیقه مسابقه، یعنی تا دقایق دیگه در ترکیب تیم استقلال قرار خواهد گرفت. باید دید چه بازیکنی از زمین بیرون میره و برهانی به جای کدام بازیکن در ترکیب استقلال قرار خواهد گرفت. یه بار دیگه از راست، فرار عالی بازیکن استقلال، سید صالحی، ضربه بغل پا، فرصت، توی دروازه گل دوم برای استقلال، فرهاد مجیدی. پایان میده به این گل نزدن های خودش و در نهایت دروازه رو باز میکنه. سید صالحی پاس خیلی خوبی رو فرستاد. فرهاد مجیدی موفق میشه دروازه رو باز بکنه و هفت گله میشه. حالا ببینیم تعویض استقلال به انجام میرسه یا نه. یک بار دیگه صحنه رو ببینیم. پاس عالی سید صالحی و این بار دیگه مجیدی خیلی خوب کار کرد. اگر یه مقدار جلوتر بود نمیتونست توپ رو گل بکنه، اما پاش رو کشون و پشت توپ قرار داد و در نهایت دروازه رو باز کرد. خب، آرش برهانی فعلا به زمین بازی نرفته. استقلال 2-1 جلو میفته. فایده که هست مهار میکنه. اشکان نامداری ضربه رو هم میزنه به میانه های میدان. توپش هم به مقصد میرسه. یک بار دیگه از اون سمت حرکت از زیغمی. خسرو حیدری که کاملا معلوم بود داشت میگفت بهش نخوردم. به هر حال تصمیم داور خطاب به نفع تیم ابو مسلمه و اونا باید ضربه آزاد رو بزنن. نفس از سینه حبس شده. بهادرانی میفرسته برای دروازه، فرصت برای بازیکن ابو مسلم. حالا ببینیم سراسیابی چی کار میکنه. تو بلو میره، موقعیت برای برهانی، میتونه استارت بزنه. برهانی تک به تک، برهانی دروازه خالیه، برهانی توی دروازه گل سوم استقلال رو آرش برهانی به ثمر میرسونه. استقلال 3 ابو مسلم 1. بالاخره بعد از مدت ها تلسم گل نزدن هاشو میشکنه و دروازه رو باز میکنه. برهانی هم 10 گله میشه، نگاه کنید
اینجا به هر زحمتی بود عبور میکنه از مدافع و دروازه‌بان ابو مسلم و اینجا قبل از اینکه بشه بیرون بزنند ضربه آخر رو میزنه. داوود سید عباسی اینجا میتونه سوپ رو به بیرون تک کنه اما نرسید و برهانی بعد از عبور از دو تا بازیکن دروازه رو باز کرد. استقلال 3 ابو مسلم 1.